دوستان سلام عرض شد. اینجا منطقه حفاظت شده پلنگدره است. امروز داشتیم گشت و پایش انجام میدادیم، به یک صحنه جالب برخوردم، گفتم شاید برای شما هم جالب باشه. داشتیم میومدیم تو این مسیر رو با این صحنه مواجه شدیم. خب اونایی که میبینید شاید تو نگاه اول خیلی چیز عجیبی براتون نباشه، ولی یکم توش خورد شدم. میبینید که اینا بذر بادام کوهیه، خیلی شبیه مطبوع در واقع گیاهخوارا مثل قوچومیش و کلوبوزه. خب ولی خب شکلش اگه دقت بکنید نشون میده که این مطبوع نیست. خب مطبوع در واقع کلوبوز یا قوچومیش بیزی شکل مثل گوسفند اگه دیده باشید. خب این برای یک محیطبان، یک در واقع کسی که تجربه داشته باشه متوجه میشه که این محتویات شکمبه یک قوچومیش یا کلوبوزه. حالا قوچومیش و کلوبوزش رو باید بیشتر بررسی کرد. من متوجه شدم که اینجا ظاهرا یک قوچومیش یا کلوبوزی اینجا شکار شده و محتویات معدهش اینجا تخلیه شده. حالا ممکنه کار یک شکارچی انسان باشه، یا حتی ممکنه این حیوان در اثر بیماری تلف شده و حیوانات گوشخوار مثل گرگ یا کفتار اومدن از لاشه تغذیه کردن. این نیاز به بررسی داره و نمیشه به قطع این رو مشخص کرد، ولی که چیزی که هست نشون میده که این حیوان اینجا تلف شده. من رفتم بررسی کردم اطراف رو، چون اگر که یک حیوانی شکار بشه، گرگ یا پلنگ، البته ما پلنگ اینجا نداریم، یا کفتار، همون اطراف احتمال زیاد این لاشه رو ازش تغذیه میکنه. من گشتم تا رسیدم به یک سرنخ خیلی مهم. همینطور که اینجا مشاهده میکنید دوتا شاخ هست اینجا، و میتونیم از روی این شاخ تشخیص بدیم که این حیوان چه چیزی بوده، چه گونه‌ای بوده. خب طبق تجربه این شاخ به ما میگه که یک شاخ میش وحشیه، یعنی قوچ یا میش، جزء گوسفند سانان هست، جزء گوسفندهای وحشی است و بز وحشی نیست. بز وحشی شاخش خیلی تیزتره و حالت گرد داره، ولی شاخ گوسفندهای وحشی که همون قوچومیش اصطلاحا میگن، این بن شاخش حالت بیزی شکله و ممکنه بگید ممکنه قوچ باشه، ولی اینطوری نیست. این شاخ میش هست. میش ها هم بیشترشون شاخ دارن، ولی شاخشون خیلی نازکتره مثل همین، و مثل قوچ ها خیلی ضخیم نمیشه و میتونیم سنش رو هم حدوداً از روی این تشخیص بدیم. اگر قوچ وحشی بود به تعداد گره هایی که روی شاخ ما میشماریم میتونیم هر گره رو یک سال حساب کنیم، ولی میش ها یک مقدار سخت تره. ولی حدودی با تجربه که خودم دارم میتونم بگم که این یک میش حدوداً 3-4 ساله بوده، و میبینید یک شاخش هم این قسمتش در اثر حالا برخورد به جایی شکسته شده و از این شاخ کمی کوتاه‌تره. خب بقایای موی این میش وحشی رو میتونیم در اینجا مشاهده بکنیم. یه نکته دیگه، یک سرنخ دیگه که ما اینجا به دست آوردیم، این استخوانی بوده که اینجا در واقع اون حیوان درنده و گوشتخوار یا گرگ میتونه باشه یا کفتار، این رو اینجا رها کرده و دیگه ازش تغذیه نکرده. و این سرنخ به ما میگه که این میش توسط انسان شکار نشده، چون اگر که توسط انسان شکار میشد قطعا لاشه خب توسط شکارچی با خودش هم میشد دیگه، چون شکارچی میزنه برای گوشت و لاشه. و نشون میده که این لاشه همینجا توسط حیوانات درنده و گوشخاران تغذیه شده.
و من خیلی گشتم، دوباره گشتم تا برسم به بقایای این حیوان، که رسیدم به قسمتی از جمجمه این میشه وحشی. همینطور که میبینید، خب ما سعی میکنیم دست بهش نزنیم چون ممکنه بیماریزا باشه، حالا یا اون گرگ یا اون کفتار ناقل بیماری هاری بوده باشه و این لاشه هم آلوده باشه. خب همینطور که میبینید این بقایای اون میشه وحشی بوده که این قسمت خب چشمهای اون حیوان هست و این قسمت هم که خب خورده شده، بیشترش مربوط به شاخ این حیوان هست. من خیلی گشتم این منطقه رو، البته یک تکه استخوان هم، استخوان جمجمه هم من اینجا پیدا کردم که احتمالاً مربوط به بوز کوهی میشه. خیلی هم قدیمیه، همینطور که میبینید کلن خوش شده، سفید رنگ شده و بوی هم نمیده، یعنی چربی ها و گوشتش کلن پاک شده. احتمالاً در 2-3 سال گذشته این حیوان هم حالا یا توسط گرگ شکار شده و یا در اثر بیماری یا هر چیزی. باز من این منطقه رو گشتم، ببینید الان اینجا بقایای خونابه این حیوان رو هم مشاهده میکنید. این هم موهای اون حیوان هست و این اطراف رو من خیلی گشتم تا رسیدم به یک محلی که احتمال زیاد اینجا اون میش یا اون شکار در واقع خورده شده. میبینید خونابه ها نشون میده که یک مقدار قدیمی هست. اینجا آثاری از خونابه رو مشاهده میکنید که احتمالاً مربوط به 1-2 هفته گذشته است و موی اون میشه وحشی هم اینجا به وفور قابل مشاهده است و این موهایی که اینجا ریخته و حتی به این تنه چوب چسبیده، اینا همه موهای میشه وحشی ما هست. اینم یه تکه استخوان که نشون میده که اینجا ازش تغذیه شده. و من خیلی گشتم اینجا رو، چیز دیگه ای رو ندیدم، ولی خب بازم اینجا خونابه این شکار رو مشاهده کردم. اینم در واقع تجربه امروز ما بود که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم، چون خیلی جذابه برای خودم، خیلی هیجان انگیزه، مخصوصا این محتویات شکمبه این میش نشون میده که رژیم تغذیه‌ای این میش چی هست. کاملا مشاهده کنید چقدر هسته های بادام کوهی رو خورده و فرصت نکرده اینها رو نشخوار بکنه. نشون میده که ساعتی قبل از اینکه شکار بشه این بادام های کوهی رو خورده بوده و فرصت نشخوار پیدا نکرده. خب در محتویات این هم هسته گیاهان مختلفی رو میبینیم. اینجا هسته بادام کوهی که پوستش کلن شکافته شده. این تجربیاتی که از طبیعت به دست میاریم خیلی گرانبها هستن، میتونه به ما اطلاعات خوبی از حیات وحش منطقه و رژیمش غذایشون به ما بده. امیدوارم که از این موضوع لذت برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه، برای دوستایتون هم بفرستید این پست رو و این ویدیو رو تا اونا هم ببینن لذت ببرن. موفق باشید، خداحافظ.